پیش از چاشت امروز زیاریاد خبرنگار تولونیوز همراه با تصویر بردارش هنگام تهیه گزارش درباره فقر و بیکاری در چهارراهی حاجی یعقوب و شهر کابل از سوی طالبان به علت ناروشن مورد لت و کوب قرار گرفتند. زیاریاد میگوید که طالبان تمام وسایل خبرنگاری آنان را با خود نیز بردند. نن سهار تقریبا 10:30 وی چې د کابل نوی ښار ته زه د ورځ مزدورانو د راپور لپاره ولاړم له خپل کامرامین سره. کله چې موږ مرکې وکړې او د مرکې وروسته موږ د ویډیوي راپور لپاره تصاویر اخیسته، په دغه حالت کې طالبان راغله پرته له دې چې له موږ پوښتنه وکړي چې تاسو څوک یې، په ما باندې ګزارونه وکړه، زما له لاسه یې موبایل واخیسته، ته زما د کامرامین څخه یې کامره واخیسته او موږ چې ورته کله کارتونه ښکاره کړل چې موږ خبریالان یو، بیا یې په ما باندې د کنداغونو ګزارونه وکړه او دوی همدغسې پسې لاړه. تر اوسه پورې زما موبایل هم نادرکه دی، زما هغه کوم کاري وسایل چې زموږ دي هغه هم تر اوسه پورې موږ لاسته نه دي راغلي. برخی از نهادهای خبرنگاری میگویند که پس از سقوط حکومت پیشین در کشور چندین خبرنگار لت و کوب شدند. در این میان برخی از خبرنگاران نیز با ابراز نگرانی از این وضعیت میگویند که باید به پرونده های خبرنگاران رسیدگی شود. برخورد نیروهای امارت اسلامی و افراد گروه طالبان با خبرنگاران از روزی که اینا بر افغانستان و به کابل مسلط شدند، از طرف خبرنگاران مایه نگرانیشان بود. این موضوع خبرنگاران افغانستان به شدت نگران ساخته و ما از امارت اسلامی خواهش از زیره داریم که به این قضایا رسیدگی بکنه. با این حال طالبان در این باره میگویند دا موضوع موږ جدی ونیوله او د امنیه قمندانۍ سره مو شریکه کړله او اوس پلټنې روانې دي، تحقیق روان ده چې ولې دا برخورد سوی ده، ولې د خبرنگار ته تهدید سوی ده او له مشکل سره مخ سوی ده. موږ ته د امنیه قمندانۍ ډاډ راکړی ده چې دوی به ډېر زر د پیښې عاملین ونیسي او پوښتنې به ترینه وکړي او د قانون منګولو ته به وسپاري او هر ځای که خبرنگارانو ته کوم مشکل پیښیږي موږ کوشش کوو هغوی ته رسیدګي وکړو او د دوی مشکل حل کړو. این در حالی است که پیش از این خانه رئیس تلویزیون انعکاس نیز از سوی طالبان محاصره شده بود.